الهی امیدی تو. نمایشگاه دایی هستم، بفرمی. بله بله، تشریف دارن. شما؟ سلام سلام سلام، خوب این گوشی گوشی گوشی؟ بله بله. این رنگش هست و صدفی، اما این رنگ بهتر. ببخشید تلفن باتون کار درست باشه برام. بعد این مدلش چی؟ هرچی شما بفرمایید. ولی آخه چیزه مارکه. ولی آخه با چرا نداره؟ آخه این داره. این مدلش چیه؟ بهشون بگو بعدا زنگ بزن. اوستو خاتونه، خاتون پشت خط، خاتونه. بله بله. به شنیدنی صداد راضی بودم که اونم ازم دریغ کردی. سلام خاتون. به خودی خدا آتشی کم محلی از شمشیرم تیزتره. میخوام بگه چه اتفاقی افتاده. در جریانم. مینام اومده بود اینجا. چقدر بهت گفتم باباجی؟ چقدر پیغوم و پسغوم دادم که این کارو نکن؟ چقدر؟ راستی آتش، رفتم سر وقتی این قلم کاری که ببینمش و نسخشو بپیچم، اما رو نشون نداد. حالام طوری نیست. تا من هستم نمیذارم. خبراش بهم رسیده. حالا کجای قابلمون بدون آباجی؟ همشیر قابلمون بدون. حالا که اینجوریه من اینو برش میدارم میبرم پاسکا. شما کارتون از همونجا پیگیری کنید. خیلی متشکرم، لطف میکنید. بفرمایید. شما بفرمایید. جای افسر من نگاه آیه قلم کنم خواستم به سوالتت ما رو بایده بگیرن که یه هایی سانه ای که قصدنیتی این آقا کاملا باید برای من روشن بشه. چه قصدنیتی که آقای جل مقانی؟ کدوم قصدنیتی؟ آقای یه دقیقه بلم کار دست دادن میگه قصدنیتی. آقای قلم کار از بستگان نزدیک بنده. خیر خود تو حرف نزن. چه جناب سروان نگاه، من چه قصد و نیت میتونم داشته باشم به جز خدمت به مردم؟ جناب سروان، من عاشق خدمت به مردم کشورمم. من خیالتون راحت کنن، یه دقیقه صبر کن، آب پاکی بزنم دستتون. من آقا تو هوای این بیمارستان نفس نکشم و عارضه تنفسی میگیرم. حالا گفته باشم جناب سروان، تو این مدت هر روزی جادی مزاحمت کرد. درسته. داد بیداد فرماشی، اخلال در نظم بیمارستان. بله 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 آقای دکتر، تمام به تا هر آسد صبح تا لالافی. آقا بهشون بفرمایید تو اتاق بیماری من چیکار میکرده؟ آقا به پرستارا حمله کرد. حمله چیم؟ چیکار پرستار داشته؟ جناب سروان، این آقا شرایط روی عادی نداره. ایشون رو بهت بفرستیم تستی اعتیاد بگیرن. من فکر میکنم از این قرص هایی میخوره که روانگردانه، باید کاملا آزمایش بشه. تست بگیر، بگیر بیا تست بگیر. منو میترسونی؟ من پاک پاکم. موچه بده من. ساکت برو بیرون، من دارم میام. چش میرم یه دقیقه بایست. جناب سروان ببخشیدا، نگاه پرسیل چول مقنی، من یه آدمیم که به این مردم خدمت کردم. 14 سال از عمرم رو تو همین این بیمارستان ها خدمت کردم برای مردم. این رفتاری که شما به من میکنی اصلا درست نیست. خیلی ممنون. بله های دکتر، اونقدر هم آدم بدی به نظر نمیرسه دا. تو حرف نزن، توبیخی خودت هم کارات سری جاشه. بله درسته، من فکرم فیلم استرات بازی میکنه. چشم بفرم. من برم شیرنیه رو بگیرم بیام دیگه خوسته ایشالا. خب دیگه بعد یه عمری شما و خواهرتون آشتی و دفعه آخرت باشه تو زندگی خانوادگی من، علل خصوص رابطه من آبا جیب دخالت. مشتری اونو وقتی خواستی بری ردش کن. کجا؟ کاغذ بفرمایید. حالا
اینجا هست. لحظه هست. میری اینجا؟ بله. بیمارستان. بیمارستان. بدون اینکه کسی بفهمه. ملتفتی؟ بدون اینکه کسی بفهمه یه سر گوش آب میده. از حال احوال این مریض که من اسمشو می نویسم با خبر میشی. آقای قلمکار. حرف نزنی میمیری؟ خب اگه میخواستم خودم اسمشو به زبان می آوردم. آه از اون لحاظ. خبر نداری که چه اعصابی از من همکارم توی این مدت خورد کرد که؟ خبر نداری؟ های دکتر واقعا دلت میاد براش شکایت کنی ها؟ آخه اعصابم خورد شده دیگه نمیتونم تحمل کنم خسته شدم شکایت ها؟ ببین آقا جون اگر قول بده دیگه این برا پیداش نشد دیگه پاشا تو محیط بیمارستان نگذره نه شکایتم ندارم برد به امون خدا ها این شد حرف درست حسابی با قول معروف میگن گبچی باید مغزدار بشه دستت در نکنه ای دکتر میرم باش صحبت میکنم یک ترس کوچولو هم بهش میدم اون وقت یک تعهد ازش میگیرم که اگه کلاش اینجا بیفته دیگه دنبالش نه یا دیگه این ورا پیداش نشه یا علی بفرما فکر کنم قرار نبوده خاله مائده بره شاید برای اینکه رفته ناراحت شده خاله مائده کجا رفته دیگه اینشه که نمیدونم خاله هرها خاله خیلی خیلی عصبانی برو باز قاطی کرد برو آقا من کاری به کار نگیتت ندارم میگم اگه اون از دستش شکایت بکنن گرفتار میشی اسیر میشی یا ولی نگران نباش من با اینا صحبت کردم راضیشون کردم به شرط اینکه تو در فاصله 10 کیلومتری بیمارستان پیدا نشی ها بابا چجوری میام سر کار ها میگم چجوری میام سر کار تو گیجی یا خودت زدی به گیجی آقا میگم اونا از دست تو عارضن تو اون وقت چک و چونه سر کار اومدن میزنی تعهد میدی یا بریم پاسگاه آقا جان شما چرا یه دقیقه به حرفای من گوش نمیدی؟ بابا من 14 سال سابقه کار دارم شما یه نگاه به پرونده من بنداز من عده چه پزشکای مشهور به نام این مملکت بودم؟ نه نه مثل که تو حرف حساب حالی نمیشه بریم آقا کجا بریم؟ پاسکار آخه پاسکار دردی از من درمون نمی کنه آقا شما اینجا دنبال چی هست؟ من آرزوی سلامتی خیلی ممنون از اینکه اومدین عیادت آقا جونی من ازتون خیلی تشکر میکنم بفرمایید بریم برسیم به کار زندگی اگه اجازه بدید ایشون بیان بیرون تشریف بیارم بیرون من خدافظی کنم خودم رفع زحمت میکنم از جانب شما ازشون خدافظی میکنم اگه امکان داره شما به من آقا جون آقا قرم کن میگه خورد نمیدم آقا پرسش تو کمک آقا روم باش یه دقیقه آقا جون یه چیزی بگو آقا جون چه دور شده خانم این تاسیسات رو بیا خانم تاسیسات رو صدا کن آقا جون بریم نوبا خانم میخوای چه کار کنی در میشکنه خب بشکنه فداسری آقا جونه آقا میتونی قفل در رو باز کنی آقا جون خانم باید من در رو بشکنم بریم نوبا آقا جون چه دور شده بود تو برای چی به من میگوی آقا جون سلام آقا قلمکار سلام دادا رضا آقا اونا تو آینه دیدم عقز پیر شده بود خطا دا اندخلی نکن این کاری شما میگم خب دست من گرفتی زشته برو بیرون بابا من تکنیسیان اتاق عمل بودم میدونی من عده چه جراحی مطرحی بودم
بوده ای چه بوده؟ به ما گفتن بندازمت بیرون. برو بیرون. دو دقیقه من برم اون بالا باجنا آقا. بندازم پلیس. پلیس برش چی؟ حتی بندازدت بیرون. هر چی چی شونه. خب باره دیگه. اشکال نداره. مامانتو صدا کن خاله. بفرمایید تو خاله. ممنون، شما صداش کنید. خاله خیلی سرش درد میکنه، داره یوگانی میزنه. سلام. چی شده؟ آه بیا تو، بیا. چرا به یه حال روز افتادی؟ مامان خانمت رفته مؤسسه مائده رو برداشته با خودش برده. انگار نه انگار که من داشتم با باهاش صحبت کردم. کی بهت زنگ زد؟ قبل از ظهر. بهش میگفتی نمیتونستی به من یه خبر بدی این همه راهو نرم دنبالش؟ من چه میدونم؟ الان اومدی همینو بگی؟ آره. بهش میگفتی این چه کاریه داری میکنی؟ آبرومونو داری تو در همسایه میبری. همه مردم منتظرن ببینن چه اتفاقی افتاده. بهش میگفتی به من یه خبر میداد. من این همه راهو نمیرفتم. چرا وقتی فهمید من دارم میرم دنبالش گذاشت و رفت؟ یه لحظه گوش بده. گلناز. گلناز خاله بیا برات شربت درست کنم. مینا تو یه لحظه گوش بده. میخوای مخه این قلمکار رو بزنی؟ میخوای چل میلیارد رو بکشتن و به صاحبت میرسم یوسف؟ تلفن من قطع میکنی نه؟ صاحب کن یوسف! روزگارت زیاد میکنم یوسف بری عکس من رو بکشی صاحب کن یوسف یکی دیگه بیام امروز چندمه؟ من چه میدونم وقتی رو بردی؟ دو روز پیش تولد خاتون بوده. تولد خاتون؟ بله تولد خاتون. هم یادش رفته بود، فقط مامانه من بود که یادش بود. قربونت برم من. با خواهش و تمنا خاتون رو راضی کردم امشب برگرده. میخوام براش تولد بگیرم. ما رو با هم ببینه میفهمه خوبیم، دیگه نمیره. شما نمیخواد با این حالت تولد بگیری؟ تازه مامانم هم میخواد کیکم بپزه. مامانی منم خیلی خوب بلده کیک بپزه. ولی خاله شما که اصلا یادتون نبود. الان که یادم اومد خاله. نه همون خونه ما بهتره. وا چه اصراریه که تو با این حالت بخوای. خیلی نگران هستی زودتر بیا پایین کمکم کن. ببین تو قابلمه کوچیکه غذا درست کنم یا قابلمه بزرگه؟ چه کاریه؟ همینجا تولد میگیری. من خودم صبح کلی زنگ زدم پیداش کردم. آخه خاله شما که چیزا تولد نداری. بابا خسرو هر چی لازم باشه میخره. اصرار علکی نکن، همینجا براش تولد میگیریم. خاتون با پادرد و کمردرد این همه پله بیاد بالا؟ میشه بهونه نیاری؟ میشه اصرار علکی نکنید؟ خاتون میاد خونه ما. اگه من مرده باشم بذارم خاتون خونه شما بمونه. تازه اگه منم مرده باشم بذارم خاتون اونجا بمونه. تو دیگه چی میگی فسقلی؟ یه بوکس میام. فکر کنم من که دختر نمیتونم یه کاراته بیام. چی؟ کاراته. چی؟ بوکس. برو تو اتاقت. بدو. گلناز؟ یعنی چی؟ نه خیلی من باید برم اصرار نکنم. ولی باید دکتر بیاد شما را معاینه بکنه بعد هر جا خواستیم بری رو چشم خودم میبرم. آخه من کجا میتونم با تو بیا؟ آقای ملنکا آروم باشید، اینجا بیمارستانه. آروم میشد یه حرفی چشم. ببخشید من یادم رفت احوال شما رو بپرسم. احوال شما چطور شده؟ ممنونم. حالشون خوبه؟ بله. چشم. بفرمایید داخل اتاقتون تا آقای دکتر تشریف. اصلا احتیاج به دکتر نیست. شما خودتون یه پا دکترین. بله. چه خبر اینجا؟ بیمارستان بوده شروع سرتون. بفهمین آقا. ای بابا اینجا چه مفصاره؟ آقا جون بفهمین. آقا جون
این هم کردون سرقت بد اخلاقه شما هستن خاله را اعصاب نداری همشیره بله فرمایش سلام 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 خوبی؟ خوبی شما؟ چهار لیتر رو باید پنج لیتر حساب میکنم چهار لیتریش چینیه وگرنه همه جای دنیا چهار لیتری باید چهار لیتر بگیره حقش نظرم بنزین بزنی تو بفهمی اینجا کجاست من کی هستم فهمیدی؟ حالا چه تکا کن؟ برای چی دعوا داری؟ من الان اومدم باک پر کنم سی تا میزنم چهار لیتری آخه چهار لیتری باید چهار لیتر بگیره نه پنج لیتر نمیدونم بله مریم جان تولد خاتون دیگه چیز پیدا نکردی؟ نه خیلی خوب باشه اصلا میادش باش میگیرم وای 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 آره گلناز یادم رفت حالا اومده خونه؟ باش باش اینا رو پیامک کن من حفظ که نمتونم بکنم همه رو میخرم باشه میگم که باشه ای بابا آقا آقا گیر کرده داره میره آیده خودت برسون ای وای خب چلش کن دیگه میگم برش کن داره میزنه بدبختم که رفت و بیچارم که ها ازادش کن دیگه آقا آه من خاک تو سرم کردی رفت که یکی داره همینجور میزنه چل تا بیا رفت چل یکی رفت چل آه آه بابا آقا اینو بکشم کشمش بیرون تو بنزین نبرزه زمین آقا قطش کن دیگه من کند ریش در زدی آه من سی لیتر میخواستم برای چی چل دو تو زد هم میگی من چی کار کنم چرا داد میزنی من سی لیتر میخواستم چینیه فقط چالیتیاشون که مشکل نداره الان من چه خاک تو سرم بریزم من سی لیتر میخواستم برای چی کاری که میخوای شیرنگ بندازم توش محاساتشو برات بکشم بیرون نمیخوام نمیخوام این کار بکنی ببین عزیز من توی پمپ بنزین که با موبایل حرف نمیزنن من سی لیتر میخواستم به خبرتونه پمپ خرابه برید اون بری بس خرابازی ها بدیم من سی لیتر میخواستم بگیر شده من چیکار تو سرم بریزم خوب شکایت داری؟ برو دفتر باشه میرم دفتر شما یه دکتر برو من؟ نه بابا خانومم میگم وقت دکتر داشته خدا شفاش بده سلام یوسف معلومه کجای از دور تا رو جواب تلفن نمیدی؟ کجا؟ بیمارستان چرا؟ برای شام امشب میخوام خیلی خوب باش پس از بیرون بگی نه 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 اونو که میخوام آی آی بابا بابا ده دفعه پیامک کردم برای آی 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 با تو نیستم برای جشن تولد خاتونه گلنازه موهاشه بابا من که کاریش ندارم لای درگیر کرده ماما چی کار کردی؟ داشتی ماما میکندی خدافز اوه چته چقدر شلوغ میکنی داشتی ماما میکندی خیلی خوبه نداره بده بدون لازم یه بار من بنافم گلناز خودم درست میکنم چه خبه؟ خبری نیست شما بهتری؟ دادر حساب عقصه دنبالت جشنم اما پیدات نکردم خیلی دنبالت جشنم کجا بودی؟ ما که اومدیم شرکت خدمتون شما تشریف نداشتیم دادر رضا بله میجمع دست ما نگاه کن ببین چقدر پیر شده خیلی پیر شده آقای قلم دادر رضا رفتم تو دستشویی اومد تو آینه چه نگاه کردم آقا جونمون ندیدم عقص پیر شده بود دلم خیلی برایش سوخت دادر رضا بله این جوونه کیه چهی به من میگه آقا جون رانندت دادا من رانندم آره من حاضرم نوکری آقا جون من بکنم اما به تو هیچ ربطی نداره بخلیه برادم از زندگی داد نزن وقتی راننده من هستی یعنی راننده دادم هم هستی هر دستوری میدن باید انجام بده چشم آقا جون ببخش
همینو میخواستی؟ هم میخواسته که یه پولت کنم، میخوای یه کار کنم نونخوری بندازم، میخوای بفرستم الان بری بیرون دیگه بالا این تق نباشی؟ من این شخصی کار میکنم. چی شد آقا جون؟ آقا جون؟ عجی جان. بله. لطفا من از اینجا ببر بیرون. آقا جون خوب شدی؟ میگم خدا رو شکر آقای قلمکار حواسشون برگشتن سر جاشون. خدا رو شکر. عرض ادب خدمت شما و شما آقا مجید گل. شما کوچیک شما هستید. ببخشید. بله. شما؟ من یوسف میرایی دستبانی هستم، داماد خاتون و آقای شوقی شراکت. آقا شما میگی من هیچی نیستم، من واقعا هیچی نیستم. دادا رضا دستم رو نگاه کن ببین چقدر پیش. وای آقا بله. آقا خوب شده بود آقا جونم. بابا بلند شو بیا ما رو دنبال زندگی. چی کار داری اینجا آخه؟ در اینجا دادا داد نزن. هر چی دادم میگه همونه. زیر تخیه کرده بودم، همه چی به هم ریخ رفت صفایی. یه تعهد بلند بالا ازم گرفتم که اگه تا شاه 10 کیلومتری اونجا پیدام بشه مریض بشم، حتی اورژانسی هم بشم از آنها اومر یه راست باید برم قبرستون. بدشانسی خیلی. صفایی تو خوب من شناختی، هم بدشانسم هم اوضاعی بدیه. یعنی آدم ها وقتی بی پول میشه پمپ تو پمپ بنزینم براش قرعت فر میاد. آقا پمپ قفل کرده بابا، من میخوام 30 لیتر بزنم، چرا گازش گرفتی تو تعباک پر میکنی؟ او میخواد یارو 30 لیتر بزنه. نگاه نگاه از 136500 یارانو ببین همین 8 تومن برامون. همینم بده من خرجش. نکن آقا خرجش میکنی. آقا آدم عاقل، آدمی که پول نره میره فست فود میخوره، 8000 تومن داشتی اونم گند زدی توش. تو دیگه تو این موضوع حرف نزن که آخر بی معرفتی. یعنی یارانه رو نریخته بودن حیثیتم رفته بود. همون دیگه، من برای همین با یارانه نقدی موافقم. منو مادرم ثبت نام کردیم، 2 تا 45 و 500 ماهی کمک واسه زندگی خوبه. آدم بی پول باشه یه رفیق گرفتاری مثل تو هم داشته باشه، همش رو پشت نشستی. ببین خسرو دیگه پا تو از گلیمت دراستر نکن، رفیقیم سر جای خودش. اون قضیه نشستن من که میدونی تفریحیه، پس رفتارتو درست کن. بیبی کانادا. خب الحمدلله نوشن جون حالت خیلی بهتر از صبحه. صبح آقای دکتر؟ کدوم صبح؟ شما رو شناختن؟ نه خیر آقای دکتر، نشناختن. این آقا مجید پسرت نشناختی؟ آقای دکتر من اگه میخواستم یه پسر قدین داشته باشم باید قبل از تولدم ازدواج میکردم. خب ماشاءالله جوون موندی. آقای دکتر یه خواهش ازتون دارم، بهش میکنم اجازه بدین من از بیمارستان مرخص بشم. دادا پس چرا حرف نمیزنی؟ تو به آقای دکتر بگو که من چیزیم نیست. باشه باشه آقای دکتر، البته این نظر منه، این نظر شخصیه، ولی فکر میکنم که آقای قلمکار طوریشون نیست. آقا شما نمیخواد نظر بدیم؟ اجازه بدین که امشب در خدمتتون باشیم. بچه ها مراقب دونه هستن آقای قلمکار. نه آقای دکتر من دلم نمیخواد تو بیمارستان بمونم، میخوام برم آقای دکتر. آقای قلمکار آروم باشی. شما میفرمایین چشم. میگم ها سلام من خدمتی بالا ده ابلاغ بفرم. چشم. یه آرام بخش نمیشتم بهشون تذکر کنید خانم. بله آقای دکتر. شما میزنه آرام بخشا؟ بله. من تصمیم. حالا برای چی قهر میکنی؟ خب بچوندی دیگه. همین الان ببین کارا داری زود قضاوت میکنی. بفرمایید این آبر بانک. همون موقعی که جنابالی زنگ زدی گفتی پول میخوام، جلدی رفتم جلوی آبر بانک، فرو رمز ارور داد. کارتو گرفتم، فرو رمز ارور، فرو رمز ارور، باز دوباره ارور، آخرش هلوپی کارتو بلعید. بعدش هم به جنابالی زنگ زدم بگم کارتم اینجوری شده، نو ریسپانس تو پیجینگ. تو که پول میخوای واسه چی در دسترس نیستی؟ اها، اون وقت کاکایی کارتو همونی که هلوپی خوردش؟ بله، هضمش که نمی کنه. صبح رفتم از بانک گرفتم، حالا بذار من کارامو بکنم بریم. کجا؟ ببین کارا دا بذار کارامو بکنم. خب کجا؟ آقا جون من رو آبرو داره اینجوری ببینندش. خب به خاطر همین اینجا نگرش داشتی مرد حسابی. آخه عکس خودش رو تو آینه دیده میگه بابامو دیدم. عجیبه، منم واقعا موندم، وضعیت پیچیده‌ای داره دیشون الان. آقای دکتر همین آقا رو ببینید،
آقا جونم بهش میگه داد رضا. اگه عکس عمو رضا منو ببینین زمین تو آسمون با ایشون فرق میکنه. بعدم عمو رضا منو با زمانی که آقا جونم ازدواج نکرده بوده به رحمت خدا رفته. نگران نباشید همه اینا درست میشه آقا جون. مشکلی نیست. ببین داماد کوچیکه خواهرتون هست این که میگه ببین میگفت دادا رضا. بعدش هم یک داد و بیداد تو بیمارستان راه انداخته بود هی هم نگاه میکرد به این دختر پرستارا انگار نه انگار سن و سالی ازش گذشته دیگه پیر شده براش بعد این کار. بعد ولی دخترها خیلی دخترهای خوبی بودن یکیشون بود یکیشون نبود. بعدش هم هی حزیون میگفت اسم پسرش یادش رفته بود. بعدش هم منو انداختم بیرون. بهشون گفته بودم دورو برش نپلکم. بله. اون یکیشون هم اونجا بود؟ اون یکی نگفتم. اون یکی من که رسیدم و هی داشتم میزدم پرتش میکردم این بر اون بر میکشیدنش تو میبردنش بیرون. بعد فکر کنم پرتش کردم بیمارستان بیرون دیگه. میگه خودش اونجا کار نمیکنه؟ گمون نمیکنه اینجوری که اینا میزدنش که انگار دوز گرفتن. دوز؟ آقای دکتر من نمیدونم چی کار کنم. خیلی نگرانم. نگران نباش آقا جان حل میشه. ایشون از اقوامه؟ نه خیر آقای دکتر من نمیدونم این آقا اینجا چی کار میکنه. ایشون با اون آقای نچندار محترمی که زیر تقایم شده بودن نسبتی نداره؟ قویان هر نسبتی ممکن میشه. آقا مگه اون هم ریشه شما نیست؟ با جناق من هست ولی ما هیچ نسبتی با هم نداریم. یعنی خواهر خانم بنده اون موقع که می‌خواستن تصمیم می‌گیرن بنده تو این خانواده نبودم. اگر بودم اصلا نمی‌ذاشتم میگم چی وصلتی سر بگیره. ولی دست کمی هم ازشون نداری شما. آقای محترم من از شما خواهش می‌کنم از شما که بفهمون بریم برسیم به زندگیتون. بله منم داشتم میرفتم. بفهم من تشکر می‌کنم از شما و پرسنل محترم و زحمتکش این بیمارستان که مدیریتش خیلی ممنون شماست. از شما تشکر می‌کنم واقعا. چی تشکر می‌کنم؟ آقای دکتر اگه قرار است من اینجا بمونم داد رضا من باید پل من بمونید. چاره‌ای نیست فعلا بدیشون رو تحملش کنی. آقا چه تحملی؟ بنده به غیر از محبت با آقای قلمکار کار دیگه نکردم. آخه ایشون داد رضا خودم است باید فعلا بمونه. فقط یه خواهشی دارم جناب دکتر من چون غذای رژیم چاقی دارم اگه میشه دو پرس واسه من بگید غذا بیارن شب. خیلی داد رضا اجازه بگم برای دو پرس غذا بیارن مخرازی. بله پس بزن قدش بیارن رو. نگفتم آفتاب ایگه تلاس جاش گوشه خلاس. نگفتم هندونه ایگه تو زمستون میخورم اثرشو تابستون میذاره. بله گفتم اما کو گوشی شنوا این آباج من برای پولی که ما در میاریم احتیاطا واجب بدون. وقت دخترم اسی دست گلشو داد اسمه بگو به غریبه. نه به بی ریشه. ریشه سرشو بخوره. آه این داده به وامونده زغال پوده خلا. مگه خودت نگفتی دوست؟ آره انگار دوست داره دیگه. انگار نداره دیگه. بله همینه دیگه دختراشونو میدن به غریبه ها بعد پسرهای این شهر خودشون عذب. هم کش دهنه دا دست داده دست ما. در پیکره به من میباد بریم کار داریم. چشم به سلامتی امشبم که مهمون دارین و خاتون و که گفته بودم تو مسائل خانوادگی دخالت دخالت نمی کنم. من برم این در رو هم بکشم یعنی ببندم امر باشه و با اجازه. خدایا یه امشب و هوایی من بیشتر داشته باش. خودت میدونی زنم باردار تولد مادر زنم هم هست. منم و این همه خرید و 8 تومن پول. ببین اولین پولی که دستم بیاد میام اینجا بدهیم و میدم. دمت گرم.
اون بی خیال زفایی مرد حسابی الان خود روی وطنی دونه یفته داشته میلیون تومنه. نه کاکو با این پولا کسی ماشین شیش سیلندت نمیده. پنج دستگاه میگم دونه 240 میلیون تومن برام فاکتور کردن، 10 تومن ازت خیر میگیرم. 5 تا 250 میلیون تومن 1,250,000,000 مال تو. میگم 200 نمیتونه یه لحظه گوشی گوشی با ما میخوام پیامک زدم بخونم گوشی. ای بابا هی فرصت نمیده آدم. شام هم بری آقا اینجا ساقا چند تا بدم؟ 80-90 تا بذار. شنفتی؟ نه آقا تولد خوارسومه اومدم این سری خیت بری سوپای سر کوچمون بگیرم نفتر انجیر. نه میگم اون که هلو انجیر چیشیه قرمز شم دارم شیش سیلم خلاک خودته. نه بابا این سرال در مرافته دهاتشون یه اوزایی پیدا کردیم امشب. نه کاکو تو بگو 10 میلیارد تومن، بگو 20 میلیارد. من شبونه معامل نمیکنم. فردا صبح میگم فردا صبح تولد خارسومه. خداحافظ. نقدا 1,250,000,000 نقد. من چکمکی معامل نمیکنم، خودت که من میشناسی. خداحافظ فردا صبح. خداحافظ بابا. اوی برم نمیکنه مردم سر یه پوله جوزی فکر میزنن آدم. 1,000,000,000 جوزیه؟ اما شما هم اشکاله با یه تشکیلات میشه یه افار میزنی. الان یه آپارتمان 40-50 متری تو همه عباس آباد چنده؟ بالا 100 میلیون. بیا صدا نکن بیا برو این وصله رو بذار تو ماشینی آقا. بودو حق میذاره کاکو بذارش تو صندوق آقا. مواظب باش یه کیف قهوه هم هست برام برش در بیار. کیف کلیه کاکو. مواظب باش. اشتباه میکنه توی اوزه بالا پایین شدن دلارو. الان از من بخرد 250 تومن یه ماهی دیگه 300 تومن فروختتش. اصلا کلا تو هر چی بخری سود شه. بعضیا میترسن نگهدارن مثلا خونه ای زمین ماشین چیزی هی که میخرن جان یه کیف قهوه ایه من میشه ببخشید اینا درست بگردی. نه خودم باید برم اینا رو کسی کو معلم میام. تمام زندگی تو هم کیفه. قابل نداشت نه آقا رو میارم. سلام حسین آقا. سلام مخلص. احوال شما چی داری؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. خوش اومدید. آقا من اومدم تو مغازه یه کیف قهوه ای رو کولم نبود. نه من که نهیدم. تو نهیدی بچه؟ نمسا خدا داده بیداد. آقا اصلا ویل این حرفا چیه؟ برید سری بعد که اومدی با هم حساب بکنی. اما بس پولی خرت پرتا که نیست. 3-4 میلیون تومن پول نقد توش بود. کلی این کارتای آبر بانک و اینا. حالا اینا هم به درک سند مدرک توش بود. تو ماشینو درست گشتی؟ بله اصلا خودشون هم که گشتن نبود. خیلی خب آقا اینا رو برو برگردون. من دفعه دیگه میام میبرم. بیا اینجا بیا اینجا. آقا این حرفا چیه؟ شما تازه مشتری ما شده. برین سری بعد که اومدی با همه صاحب بود. آخه جوری که نمیشه من پولش ندادم. یار دارین خواهش میکنم. خیلی بفهم. سری بعد که اومدی من کارت چیز بذارم. صبر کن. کارت هم ندارم. ها گواهینامه تو ماشین دارم. نه بابا نیازی نیست. برین سری بعد که اومدی حساب. حالا چقدر شده؟ قابل شما رو نداره. چقدر شده؟ 180 200. 200 تومن. باش. باشه قابل شما رو نداره. کیف قهوه‌ای کولی آوردن مال منه. چش. دست چش. به سلام ها. خوش اومدی. میخوایی حالا که اینقدر اصرار میکنید اون کارت دونو به من بدید. من که همه اولش هم گفتم گواهینامه هست. البته ببخشید. خواهش کنم بفرمایید. خواهش میکنم. یه وقت فکر نکنی که من قبول دون ندارم و نه. اما خب کارم از محکم کاری اه؟ نمیکنی بله. من برم ببینم این همه پول و کارت و اینا چی شد. دست شما در نکنی. سلام برسونید. خداحافظ. کجای گریه بخندم،
کجای خنده بگریم که پشت گریه و لبخند